جاهایی وقتی رجوع میکنیم به آیات قرآن، به روایات، میرسیم به یه سری حرف ها که شهید منشأ اثره. شهید یعنی کسی که به شهود رسیده. به شهود رسیده یعنی یه سری غیبیات براش چیه؟ یقینیست. فلذا حضرت زینب هم چیه؟ شهیده. من مات علی حب علی مات شهیدا. خیلی از زنده هم هستن شهیده. یکی از بالاترین مقاماتی که برای شهدا نقل شده، شهید بحر، شهیدی توی آب. روایت داریم شهید بحر را خدا خودش قبض جان داد. الله اکبر. ما برخی از پیامبران داشتیم اسرائیل برای قبض جان میره، شهید بحر را چی؟ خدا خودش قبض جان داد. چون دستش بسته است، چون توی جای گیر کرده، هیچ کی پشت سرش نیست، جا نداره بخواد قایم بشه، سخت. تنها قوم روی زمین هستیم که روی کامیون شهید تشریف کن. دارید بیارید. قلها تو برهان کم این کنتم صادقین. این شهدا دیدید یه حس دیگه داشتن؟ شاید این ناشی از اوج مظلومیت این هاست. یه اونایی که دستاشون از جلو بسته بودن اینا مجروح بودن، اونایی که از پشت بسته بودن اسیر شده بودن. فلسفه این دست بستن که جلو بستن، بعضی از این شهدا دارن پیکر مطهرشون داره پیدا میشه، و برخی از پشت بستن. این شهید غواص شهید بحره، اجر و قربش عظیمه. خدا شاهده هر جا ایدئولوژی تشیع فرای از ایرانی بودن، عرب بودن، عجم بودن، ترک بودن، فارس بودن، افغانی بودن، سوریه‌ای بودن و همه اینها، هر جا ایدئولوژی آن قیام ابتدایی آقا رسول الله، آن ایدئولوژی شیعی جوشید، ازش این شهید رو در میاد. این تصویر رو دیدید از اون مادر شهید حزب الله لبنان که جنازه شهیدش رو میارن جلو پسر، جلو مادر میگذارن، شروع میکنه باش صحبت کردن. یه قطره اشک نمیریزه، یکی دیگه داره گریه میکنه، یکی داره گریه میکنه، برو بیرون با بچهش صحبت میکنه. مال همین نبرده القصیر بوده، اون لبنانی عربه، این بچه ایرانیه، نمیدونم ترکه، فارسه، کجاییه. اما مادر اینم همینطور برخورد میکنه، مادر او هم همینطور. میدونید چرا؟ چون ایدئولوژی ما وابسته به مرزها نیست، محصور توی حقد و غضبها و جاهلیتهای نجات پرستانه نیست. اون روح وقتی دمیده بشه، بچه 13 سالت میشه قاسم ابن حسن. اصل مشکل اونام با اون روحیه است، با اون داستانه. مگه نداشتیم شهید مرحمت بالازاده که رفت اون زمان آقا رئیس جمهور بود، در دفتر رئیس جمهوری انقدر نشست آره، راش نمیدادن جبهه. 12 سالش بود، همینجوریش ریزه میزه هم بود، تازه یعنی تو 12 سالگی جز ریزه میزه ها بود. یه برگه گفت آقا من از اردبیل بلند شدم اومدم اینجا، اینو بنویس من برم، اینا نمیذارن من برم عملیات. چی بنویسم؟ گفت بنویس قاسم ابن حسن تو کربلا نبود، من میرم دیگه پشت سرم هم نگاه نمیکنم، میرم مدرسه. بنویس که آقا براش نوش مانع رفتن ایشان نشد. دو تا اسیر میگیره همین بچه، اون روح دمیده بشه، بچه 6 ماه تو گهواره میزنه بیرون، پرت میکنه خودشو.